زمین فولاد میفرسته. یه موقعیت در اون محوطه جنوری شیری بیرون آمده بود. ارشاد یوسفی تو بار دروازه نمیشه، پرتاب میکنه از اونای چپ، حرکت رو سفید پوش راهن آغاز میکنن. آشوبی یه پاس خوب میده برای عباس فر در اون محوطه جریمه، کماکان صاحب توپ حالا زبر میزنه توی دروازه، گل برای راه آهن توسط عباس فر. یک پاس تیم میزبان پیش میفته، دوباره با هم میبینیم این حرکتی که عباس فر انجام داد و ضربه که در حضور جماعتی وارد دروازه یه فولاد میکنه. حالا یه پاس بلند میفرسته این طرف برای اسماعیل شریفاد، میتونه زبر بزنه، حالا این کارو انجام میده، منتها ضربش در چارچوب نیست، از کنار دروازه کریمی به بیرون میره. از همونجا حالا یه لحظه اشتباه میکنن، افشین صاحب توپ میشه با سرعت خوبی که داره از همه میگذره، میتونه زبر رو بزنه، حالا بیرون اومده، یه برخورد اونجا اتفاق افتاده، داور پنالتی میگیره به نفع تیم فولاد. خطای فرشید کریمی رو اعلام میکنه بر روی آرش افشین. مهدی نوری پشت توپ هست، ببین چه میکنه با این توپ، زبر میزنه توی دروازه، بازی یک یک مساوی میشه. ضربه پنالتی رو مهدی نوری زد و دروازه فرشید کریمی و راه آهن باز میشه. دوباره با هم میبینیم ضربه که نوری وارد دروازه تیم میزبان میکنه، یک یک مساوی. عجب یه موقعیت برای تیم راه آهن و برای شیری، پاس خوبی داد بهش حسینی، تو دور میکنن، یه وقت خودم اونجا اتفاق افتاده که داور دستور به ادامه کار میده، تو به بیرون نرفتن. راست خوب کار میکنه اسماعیل شریفاد، میتونه به فسوری دروازه این کار انجام بده، فرصت برای فولاد از همه گذشت و این موقعیت عالی رو شاگردان حسین فرکی از دست دادن. افشین پشت توپ هست، یار شماره 7 فولاد نوری هم بود، کماکان آرش افشین زبر رو میزنه که از کنار دروازه تو به بیرون میره پشت محوطه جریمه. یه پاس رو به بیرون میتونن ضربه بزنن، دوباره موقعیت برای بختیار رحمانی با پای چپ، ضربه به سمت دروازه، به تیر دروازه راهن میخوره و تو گل نمیشه. از نوع این دیگر ضربه بختیار رحمانی رو میبینیم، کاری از دست فرشید کریمی بر نمی اومد، تو به تیر دروازه خورد، واسه عالی میده، موقعیت هست برای بهادر عبدی، ضربش در چارچوب نیست. آرش افشین خودش صاحب توپ تو عرض کار میکنه، موقعیت هست برای بختیار رحمانی و این موقعیت عالی و طلایی رو از دست میده بختیار رحمانی. پشت توپ هست، حالا میفرسته روی دروازه، موقعیت این ضربه سر، واکنش عالی از ارشاد یوسفی، دروازه‌بان این فصل فولاد اجازه نمیده دروازش باز بشه، چون که از این موقعیت چه استفاده میکنه. بهشاد یاورزاده میفرسته توپ رو، یه ضربه سر و باز هم ارشاد یوسفی این بار ناقص دفع میکنه، اجازه نداد به هر شکلی از دروازش باز بشه. در مرکز میدان صاحب توپ هستن، یه موقعیت دیگر برای عباس فر، زنده گل اول راهن، موقعیت هست برای زدن گل دوم و این اتفاق میفته توی دروازه، بازی 2-1 میشه به نفع راه آهن و بهادر عبدی گل میزنه. پاس عالیه علیرضا عباس فر و غفلت مدافعان فولاد این فرصت رو در اختیار بهادر عبدی قرار داد تا گل پیروزی تیمش رو وارد دروازه ارشاد یوسفی فولاد کنه. ارشاد یوسفی بلند ضربه رو به توپ میزنه در محوطه جریمه راهن، این ضربه فرصت هست و عبدالله کرمی این موقعیت رو از دست میده.